بازی کردن با گربه ها. گربه عاشق بازی کردنه و بازی با گربه هم برای سلامتی گربه مفیده و هم میتونه کلی انرژی به شما بده و سرحالتون کنه. گربه ها خودشون معمولا خودشون رو سرگرم میکنن و با اسباب بازی هاشون مشغول میشن، ولی اکثر گربه ها دوست دارن که صاحبشون هم باهاشون بازی کنه. هر چقدر شما زمان بیشتری برای بازی با گربه خودتون صرف کنید، ارتباط بین شما و گربه‌تون قوی تر میشه و گربه بیشتر شما رو دوست خواهد داشت. تا آخر این ویدیو همراه ما باش تا چند تا بازی خوب و مخصوص گربه ها رو یاد بگیری. اون دکمه سابسکرایب رو هم بزن تا کانال رو گم نکنی و بتونی کلی ویدیوی جذاب و آموزنده در مورد حیوانات خانگی و پرندگان زینتی ببینی و استفاده کنی. بازی باید طوری باشه که چند ساعت گربه رو درگیر کنه و انرژیش حسابی تخلیه بشه. بازی کردن گربه مزایای زیادی داره و از چاقی و اضافه وزن گربه جلوگیری میکنه، سرگرمش میکنه و باعث میشه کمتر خرابکاری کنه و به اسباب و لوازم منزل کمتر آسیب برسونه. یه سری تحقیقات هم نشون میده که وقتی گربه ها مشغول هستند و تحریک ذهنی میشن، کمتر دچار مشکل و بیماری میشن. خود ما آدم ها هم همینطوری هستیم دیگه. وقتی بیکاری و حوصله‌مون سر میره، هی فکر و خیال میزنه به سرمون و هزار تا درد و مرض میگیریم. ولی وقتی مشغول کاری هستیم یا داریم ورزش میکنیم یا مهمونی و گردش هستیم، تا چند ساعت بعدش کلی انرژی داریم و سرزنده ایم. یکی از بازی‌های مورد علاقه گربه ها قایم باشکه یا قایم موشک. اگر گربتون اسمشو میشناسه، موقعی که صداش میزنید میاد پیشتون، یه جایی مخفی بشید و صداش کنید و وقتی که پیداتون کرد بهش یه خوراکی یا تشویقی بدین. این یه بازی بسیار ساده و جذابه برای گربه ها. هم سرگرمش میکنه و هم مجبور به فعالیت و حرکت بیشتر در داخل خونه میشه. یه مدل دیگه قایم موشک هم اینه که یکی از اسباب بازی های مورد علاقه شو زیر یه پارچه مخفی بکنید و بهش فرصت بدید که خودش اونو بیاره بیرون. اگه یه تیکه نخ یا یه کانوای بلند هم به اون اسباب بازی وصل کنید، میتونید زیر پارچه هی تکونش بدید تا بیشتر جلب توجه بکنه و گربه بره دنبالش. عبور از موانع یا تونل یکی از ورزش های مورد علاقه سگ‌ها و گربه هاست. یه طرف تونل بشینید و با یه خوراکی که در دستتون گرفتید سعی کنید که دستتون رو داخل تونل ببرید و حیوان تشویق بشه که به دنبال خوراکی وارد تونل بشه. یه کلمه هم بهش بگید، مثلا بگید بیا یا تونل، تا با تکرار این بازی رو یاد بگیره و به این کلمه دستوری جواب بده. حالا یا میتونید تونل آماده بخرید یا اینکه چند تا جعبه کارتون مقوا رو به هم دیگه وصل بکنید و یه تونل کوچولو براش درست کنید. همیشه قبل از شروع چنین بازی هایی باید حواستون باشه که گربه تو چه مودیه، سرحاله یا خوابالوه، گرسنه است یا سیره. چون گربه ها ذاتن از اینکه بهشون دستور بدید و امر و نهی کنید خوششون نمیاد، اما اگر در شرایط یادگیری باشن و آمادگی تمرین کردن داشته باشن، میتونید بهشون یاد بدید که یه شیرین کاری هایی انجام بدن. گربه ها خیلی باهوش هستند و قابل تربیت کردن هستند و کارهایی مثل بشین، برو، بیا، بزن قدش رو خیلی خوب یاد میگیرن. هیچ وقت بعد از غذا خوردن با گربه بازی نکنید، بازی هایی که تحرک دارن، چون اگر که شکمشون پر باشه روی دستگاه گوارشش تاثیر بد میذاره. گربه ها توپ بازی هم دوست دارن. یه توپ کوچولوی پلاستیکی مناسب براش تهیه کنید و باهاش توپ بازی کنید. شاید مثل سگ ها خیلی سریع و فرز نره دنبال توپ، ولی کم کم توپ بازی رو هم یاد میگیره. توپ پینگ پونگ هم برای گربه ها خیلی جذابه. میتونید نخهای کانوایی رو به همدیگه بپیچید و گردش کنید و مثل یه توپ بشه. یه وقتایی که فرصت بازی کردن با گربتون ندارید، میتونید از اسباب بازی های کوکی یا باتری که حرکت میکنن استفاده کنید. اونها خیلی خوب گربه ها رو سرگرم میکنن. مثلا یه موشی که راه میره یا توپی که میپره یا ماهی هایی که حرکت میکنن و گربه دنبالشون میکنه. چند مدل ظرف غذایی گربه به نام ظرف های غذای پازلی هم وجود داره که غذا رو از داخل به بیرون میفرستن و حیوان باید محل بیرون اومدن غذا رو خودش کشف بکنه و یه مدتی سرگرم میشه تا به غذا برسه.
اگر حیوان خونگی شما خیلی گرسنه هستش، یه خورده سیرش کنید، بعد بقیه غذاشو داخل این ظرف پازلی قرار بدید. البته اگر ظرف رو جدیدن خریدید و هنوز راهشو بلد نیست، چون مدتی طول میکشه تا حیوان بتونه مسیر رسیدن به غذای داخل ظرف پازلی رو پیدا بکنه و اگر خیلی گرسنه باشه ممکنه قاطی کنه و عصبی بشه. مدل های پیشرفته این ظرف ها چند سطح دسترسی دارن و باید از ساده ترین سطح شروع بکنید. وقتی خوب یاد گرفت، بعد از گذشت چند روز به سطح بعدی و مشکل تر برید. البته خریدن این مدل ظرف ها شاید مغروم به صرفه نباشه. میتونید یه ابتکارهایی به خرج بدید و غذاشو مثلا زیر یه ظرف پلاستیکی برعکس قرار بدید یا زیر یه کاغذ و مقوا بذارید تا خودش پیدا بکنه. دنبال بازی هم از بازی هایی هستش که خیلی مورد علاقه گربه هاست. آروم دنبالش بکنید و وقتی بهش رسیدید بگیریدش تو بغلتون، بعد بذاریدش زمین و شما فرار کنید. شاید کم کم اونم بیاد دنبالتون. البته باید کلن حواستون به دم گربتون باشه. اگر که دمش موقع بازی کردن بالا هستش، یعنی از بازی خوشش میاد، ولی اگه دمش پایینه یعنی ترسیده و تو فکر فراره. پس در این وضعیت دیگه اون بازی رو ادامه ندید که درد سر میشه. یه سری بازی های موبایلی و کامپیوتری هم برای گربه ها طراحی شده که گاهی اوقات میتونید از اونها استفاده بکنید. مثلا موش هایی در حال دویدن و فرار کردن روی صفحه میان، یا ماهی هایی که دارن شنا میکنن، و یا حشراتی در حال پرواز که گربه از دیدن اونها هیجان زده میشه و فکرش به کار میفته. استفاده از تبلت بهتر از موبایل. کلن صفحه نمایش هر چقدر بزرگتر باشه بهتره. یه وقتایی هم که حال حوصله دارید، وقتی صدای میو از خودش در میاره، شما هم همونطوری از خودتون صدا در بیارید و جوابشو بدید. احتمالاً اونم جوابتون رو میده و میتونید با هم مدل گربه‌ای صحبت کنید و سرگرمش کنید. کلاً سعی کنید با وسایل ساده و یه کمی ابتکار گربه رو سرگرم کنید و باهاش بازی کنید. اصلاً لازم نیست خیلی هزینه کنید و اسباب بازی‌های گرون براش بخرید، چون گربه ها اصلا به قیمت اسباب بازی اهمیت نمیدن. فقط کافیه که براشون جذاب باشه. حتی ممکنه با جعبه خالی کفش یا رول های خالی شده دستمال توالت یا دستمال های حوله ای که بزرگترن ساعت ها سرگرم بشن. گربه ها عاشق این هستن که خودشونو در جاهای تنگ جا کنند و ببینید که چطوری گربه خودشو داخل یه جعبه کفش جا میده. بازی با نخهای بلند کانوایی هم مورد علاقه گربه هاست. میتونید با یه نخ 2 متری ساعتها گربتون رو سرگرم کنید. پرش از روی اجسام هم خیلی مورد علاقه گربه هاست و حس خوبی بهشون میده. میتونید چند تا جعبه و چارپایه یا حتی کوسن در جاهای مختلف خونه قرار بدید و بهش یاد بدید که از روی اونها بپره و ساعتها باهاش این مدلی بازی کنید. فقط لوازم و وسایل شکستنی رو از جلوش جمع کنید. همیشه بعد از مدتی بازی کردن باید به گربه استراحت بدید تا تجدید انرژی کنه. میتونید با یه تیکه چوب یا میله و آویزون کردن اسباب بازی مورد علاقه گربه‌تون از اون به وسیله یه نخ ساعت‌ها سرگرمش کنید و به تحرک وادارش کنید. بازی با کتنیپ هم جالبه. این گیاه مورد علاقه و توجه گربه هاست و از بوی اون لذت میبرند. در بعضی از اسباب بازی ها و لوازم مخصوص گربه ها این گیاه رو قرار میدن و گربه عاشق اون وسیله بازی میشه. شما هم میتونید از کتنیپ استفاده کنید. بازی با نور چراغ قوه و لیزر هم هست که خیلی جالب نیست و اونو اصلا توصیه نمی کنیم. این بازی رو با گربتون انجام ندید، چون درسته که حیوان دنبال نور روی دیوار و زمین میدوه و برای سلامتی و تناسب وزنش خوبه، ولی چون نمیتونه نور رو بگیره حس بدی بهش میده. آخه با دیدن این نور غریزه شکار کردن گربه تحریک میشه و سعی میکنه نور رو با پنجه ها و دهانش بگیره. چون نمیتونه باعث حس ناامیدی و سرکوب میشه که برای روحیش اصلا خوب نیست. ممکنه با گاز گرفتن خودش یا ناخون کشیدن به شما عکس العمل بد نشون بده. یکی از نتایج بازی کردن حیوانات خانگی کاهش استراب اونهاست. پس باید حتما نوع بازی مناسب باشه. همه گربه ها به یک مدل بازی علاقه ندارن. مثلا ممکنه گربه شما ترجیح بده خیلی تحرک نداشته باشه و بشینه یه جا
و با یه تیک نخ سرگرم بشه، ولی گربه دوستتون خیلی بازیگوش باشه و اصلا نتونه بشینه سر جاش و همش مثلا دنبال سایه خودش بکنه. باید ببینید خلق و خوی گربتون چجوریه. بهترین برنامه برای بازی با گربه ها روزی 4-5 دفعه، هر بارم تا 15 دقیقه در ساعتهای مختلف روزه. البته بازم بستگی به اخلاق و نژاد و سن و سال گربتون داره، ولی این یه زمان بازی معمولی برای گربه هاست. بازی کردن با گربه خونگی رو جدی بگیرید، چون اگر باش بازی نکنید اثرات منفی بر سلامتی و خلق و خوی گربه داره. لطفاً این ویدیو رو برای همه کسانی که گربه خونگی دارن و عاشق گربه ها هستن شیر کنید.